بایستی قبول کنیم که بین آنچه که جناب رئیسی به درستی نسل 57 نامیدن و نسل ما که فقط ترکش خورده این جریان بودیم، در به در شده از مملکت و از عشقمون بودیم، یک فاصله وجود داره که محصله یک حساب بازه، یک حساب بازی که ما نمیتونیم به نسل شما اعتماد کنیم. من رو ببخشید که با صراحت صحبت کنم، برای اینکه ما هرگز، ببینید جناب ویسی اشاره کردن گفتن شاه صد اشتباه داشت، بنده هم تایید میکنم با توجه به مطالعاتمون، شما هم اومدید به همون صد اشتباه اعتراف کردید، منتها به یک اشتباه خودتون اعتراف نمیکنید، صبر نکردید. من تو رو خدا ببخشید که به شما این رو میگم، منظور اون نسل و شما یکی از اون نمایندگان یکی از اون جریانات طیفا هستید، ولی تا این حساب باز هست، تا ما نشنویم که در واقع قبول میکنید که به عنوان یک فعال سیاسی شریف، که بله من به عنوان یک فعال سیاسی اشتباه کردم، به قول شما یک حال، شما یک جوان 16 ساله بودید، حتی به سن قانونی نرسیده بودید، آنهایی که در این مسیر بودند اصلا اعتراف نمیکنند، گردن نمیگیرند، از همه بدتر با ما میجنگند، ما رو متهم به تمامیت خواهی میکنند، به مایی که میگیم یک ایران برای همه، برای تمام ایرانی ها، یک ایران آزاد و آباد، انگ میزنند، ما رو افراطی چپ و راست مینامند. اینها انصاف نیست، از همه بدتر، ما رو به هیچ جا نمیرسونه، چون ما الان در یک مسیری هستیم که اتحاد یک گفتمانه، اما انجام شدنش یک بحث نشدنی شده. من فکر می‌کنم در مورد این ما یک توافق کلی باید داشته باشیم که با این ترتیب ما مدام در مقام انگزنی به هم هستیم. و من به عنوان کسی که خارج از ایران دارم فضای اروپا رو بر فضای روابطش با جمهوری اسلامی رصد می‌کنم، ما در محاقی، ما در وضعیت خطرناکی دوباره داریم قرار میگیریم. اروپا حالا حداقل جایی که من هستم داره وا میده، از اپوزیسیون ناامید میشه و دوباره دست به سمت جمهوری اسلامی دراز میکنه. این جمهوری اسلامی که وضع عدالتش اینه، من واقعا فکر میکنم ما به یک دستیاری احتیاج داریم.